با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت طلوع به شبکه جهانی طلوع نیوز خوش آمدید. امروز دوشنبه 27 ماه سرطان سال 1393 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 14 ماه جولای سال 2014 میلادی. در آغاز سرخط چند خبر. تعبیرهای متفاوت از طرح ایجاد حکومت فراگیر و وحدت ملی از سوی دو دسته انتخاباتی. تأخیر در آغاز روند بازرسی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات. هشدار به فروشندگان گاز مایع و تانک های تیل و ادامه حملات اسرائیل بر نوار غزه و بیجا شدن 17,000 فلسطینی. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. چهرهای کلیدی دستای انتخاباتی دو نامزد ریاست جمهوری در باره طرح ایجاد حکومت فراگیر و وحدت ملی خوشبین هستند، اما در باره ساختار این حکومت تعبیرهای متفاوت دارند. بابون عبدالله میگوید که هر دو نامزد توافق کردند که پس از بازشماری آرا و اعلام برنده انتخابات، نامزد بازنده در گام نخست به عنوان رئیس اجرایی حکومت گماشته خواهد شد و پس از تغییر ساختار حکومت نخست وزیر خواهد شد. اما معاون دوم اشرف غنی احمدزی میگوید که این گونه برداشت از یک حکومت فراگیری ملی نادرست و فراقانونی است و هر گونه تصمیم درباره تغییر در ساختار نظام در یک لایحه جرگه گرفته خواهد شد. در این باره شکیلا ابراهیم خیلی گزارش دارد. پس از شکسته شدن بنبست انتخاباتی، هر دو نامزد پس از اعلام نتایج انتخابات روی ایجاد یک حکومت وحدت ملی توافق کردند. اما درباره چگونگی ساختار این حکومت بگومگوهای هنوز هم وجود دارند. معاون اول عبدالله میگوید توافق شده است که پس از روشن شدن نتایج انتخابات، نامزد بازنده انتخابات تا 2 سال به عیس رئیس اجرایی کار خواهد کرد و پس از آن با تعدیل قانون اساسی در یک لویه جرگه به عیس نخست وزیر گماشته خواهد شد. داش من دو هم یعنی بایلون که کس دی اجرایی دی رئیس پاهیس پیزنی تر 2 کالو پورې به همداسې دوام کوي. له 2 کالو وروسته به د قانون اساسي د تغییر زمینه برابرېږي. معنا داسې د ولسوالیو انتخابات به کیږي، لویه جرګه به تکمیلیږي. په لویه جرګه کې د قانون اساسي په تعدیل یا په تغییر باندې دغه ریاستي د اجرایي ریاست پست به په صدارت باندې بدلیږي. اما سرور دانش معاون دوم اشرف غنی احمدزی در این باره دیدگاه دیگری دارد. ساختار و ترکیب حکومت وحدت ملی جزئیاتی دارد که باید در آینده مورد بحث و توافق قرار بگیرد. به نظرم برداشتی که فعلا وجود دارد که برنده رئیس جمهور باشد و بازنده رئیس اجرایی یا صدراعظم یک برداشت درستی نیست. اول بخاطر این که این برداشت فراقانونی است. ما در قانون اساسی یا قانون انتخابات خود چنین چیزی تا حالا نداشته ایم که برنده انتخابات رئیس جمهور باشه و شخص دوم یا بازنده صدر اعظم. در مورد صدر اعظم که اصولا طرحش درست نیست، بخاطر این که ما در ساختار نظام سیاسی خود اصلا نداریم، مگر این که در آینده قانون اساسی افغانستان تعدیل شود و بحثی آینده است. دست انتخاباتی عبدالله میگوید که گفتگوها در باره کلیات و جزئیات این توافقها پایان یافتند و پیش از اعلام نتایج یک سند کتبی میان دو نامزد با حضور نماینده سازمان ملل متحد امضا خواهد شد. اما معاون دوم اشرف غنی احمدزی میگوید که در این باره هیچ توافق کتبی صورت نگرفته است. بازرسی آرا تا چند روز آینده آغاز خواهد شد، در حالی که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفته بود که بازرسی آرا به روز سه‌شنبه آغاز می شود. اما اکنون این کمیسیون از تأخیر در آغاز این روند سخن می زند. سخنگوی این کمیسیون می گوید که بازرسی آرا از سوی کارمندان این کمیسیون در حضور ناظران ملی و جهانی و رسانه ها انجام خواهد شد. از سوی دیگر سازمان ملل کارشیوه را سفارش کرده است که بر بنیاد آن ناظران ملی و جهانی و نیز رسانه ها در نظارت از این روند دست باز خواهند داشت. دراتب موری گزارش می‌دهد.
شاید به تأخیر انداختن جدول زمانبندی از پیش تعیین شده در مسائل انتخاباتی پس از دور دوم انتخابات بسیار معمول شده است. این بار کمیسیون مستقل انتخابات از آغاز روند بازرسی آرا تا چند روز دیگر خبر می‌دهد. این در حالی است که رئیس کمیسیون مستقل انتخابات به روز یکشنبه گفت که روند بازرسی آرا به روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. تمام عملیات و آمادگی‌ها برای تفتیش از دیروز آغاز شده، ولی با شکل فیزیکی تفتیش تا اکنون که صحبت میکنیم آغاز نشده، تا چند روز آینده آغاز میشه. از سوی هم کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که پیشنهادهای نمایندگی سازمان ملل متحد به این کمیسیون در روند بازرسی در نظر گرفته خواهد شد. سازمان ملل متحد مراحل بازرسی آرای دور دوم انتخابات را این گونه توضیح داده است. بر بنیاد توافق‌های دو نامزد ریاست جمهوری 100% آرا که در حدود 8 میلیون رای در 23 هزار صندوق می شود بازرسی خواهند شد. نیروهای ایسف مسئولیت انتقال صندوق‌های رای را از تمامی ولایت‌ها به کابل بر عهده دارند و این صندوق‌ها در میدان هوایی ایسف برای بازرسی ذخیره خواهند شد. در نخست صندوق‌های ولایت کابل بازرسی خواهند شد. صندوق‌ها پس از بازرسی به ذخیره‌گاه نیروهای ایسف در میدان هوایی کابل انتقال می‌یابند. روند بازرسی از سوی ناظران جهانی به شیوه‌ای که از سوی سازمان ملل متحد در رایزنی با دو نامزد پیشنهاد شده است انجام خواهد شد. دو دسته انتخاباتی به شیوه‌ای که از سوی سازمان ملل متحد پیشنهاد می شود از روند بازرسی نظارت کرده می توانند و نیز به نمایندگان نامزدان حق دسترسی به صندوق‌ها زیر نظر نیروهای ایسف و نیروهای امنیتی افغان داده خواهد شد. بازرسی با بهترین معیارهای جهانی و با بکارگیری چکلست کمیسیون مستقل انتخابات که در آن سفارش‌های سازمان ملل متحد نیز افزوده شده‌اند انجام خواهد شد. پیش از پایان روند بازرسی درباره تفاوت شمار رای دهندگان که در روز انتخابات اعلام شد و شماری که در روز اعلام نتایج نخستین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد، کمیسیون مستقل انتخابات توضیح خواهد داد. رئیس تازه دبیرخانه کمیسیون مستقل انتخابات با توافق هر دو نامزد بیدرنگ تعیین خواهد شد. از سوی دیگر سازمان ملل متحد کارشیوه بازرسی را سفارش می کند. بر بنیاد این کارشیوه بازرسی در حضور ناظران ملی و جهانی و نیز نمایندگان رسانه ها انجام خواهد شد. ناظران و نمایندگان رسانه ها در نظارت از این روند دست باز خواهند داشت. هر گونه پرسشی که درباره بازرسی آرا پاسخ قناعت بخش نیابد به سازمان ملل متحد راجع خواهد شد. بازرسی ها بر بنیاد چکلست پیشین کمیسیون مستقل انتخابات انجام خواهند شد. اما این کارشیوه سفارش هایی هم در این زمینه دارد. مقایسه برگه های نتایج با نتایجی که در بانک معلوماتی ثبت شده است، بازرسی برگه های مشکوک و آن برگه هایی که درباره آن سند وجود دارد، بازرسی برگه هایی که با یک خط نشانی شدند و بازرسی جدی بخش هایی که تفاوت آرا نسبت به دور نخست انتخابات دیده شدند، از مهمترین سفارش های سازمان ملل متحد در این کارشیوه هستند. در این میان دسته های انتخاباتی عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی تاکید می‌ورزند که بازرسی آرا هرچه زودتر باید آغاز شود. این دسته های انتخاباتی میگویند که اگر کمیسیون مستقل انتخابات بر بنیاد سفارش های سازمان ملل متحد در بازرسی آرا عمل کند، پیامدهای این بازرسی ها برای آنان پذیرفتنی خواهند بود. مشخصا ما خواستای خود همراه ملل متحد و همچنین همراه کمیسیون انتخابات شریک ساختیم. امیدوار هستیم که در چگونگی تفتیش خواستای ما در نظر گرفته شود، که خواستای ما فراقانونی و بیرون از استانداردهای بین المللی نیست. آنچه در جهان یا کشورهای دیگه هم قابل پذیرش بوده و از او استفاده شده، ما همون موضوعات پیشکش کردیم. بعد از اینکه یک بار روند آغاز شد، دیگه با تأخیر تحلیل روبرو نشود و این پروسه با شفافیت هرچی تمامتر تامین شود تا بتوانند که مردم افغانستان واقعا در یک مدت زمان تعیین شده اینا بتوانند که برندی از انتخابات داشته باشند و در شفافیت کامل تمام پروسه ها به پیش برند. کمیسیون مستقل انتخابات از ایجاد 100 دسته دو نفری برای بازرسی آرا نیز خبر می‌دهد و می‌گوید که افزون بر این دو نفر، در هر دسته یک نفر کمکی و ناظران و نمایندگان رسانه‌ها نیز حضور خواهند داشت. در این حال اثرات وجود دارند که روی کار آمدن یک حکومت وحدت ملی یک فرصت بسیار خوب برای از میان برداشتن اختلاف نظرها و نیز برای نزدیک سازی مردم است. شمار از آگاهان میگویند که در حکومت وحدت ملی مردم و نهادهای سیاسی خودشان را در قدرت سهم میبینند و دیگر جای برای بغاوت در برابر حکومت نخواهند ماند. کریم امینی گزارش میدهد. دیده های دوخته شده مردم به صلح
به شکوفایی و به توسعه کشور. با ناپدید شدن تنش ها میان دو نامزد ریاست جمهوری، روزنه امید برای مردم باز شده است. توافق دو نامزد برای ایجاد یک حکومت وحدت ملی و پایان دادن به تنش های انتخاباتی خوشبینی هایی را در میان مردم پدید آورده است. خوشبینی ها از بحر پشت پا زدن به تفرقه ها و کشمکش ها و آغاز کار برای یک افغانستان واحد. اگر از این دریچه به قضیه بنگریم که بزرگترین مشکلی که در طول سده گذشته دامنگیر سیاست در افغانستان بوده، بحران توزیع قدرت بوده، به این دلیل که بخشی از بدنه سیاسی و اجتماعی کشور خود را در حاشیه قدرت حس میکرده. دولت وحدت ملی که به میان خواهد آمد به بخش عمده ای از این بحران پاسخ میگوید. شکسته شدن بنبست انتخاباتی و رونق گرفتن دوباره بازار به نگرانی های مردم نیز پایان داده است. مردمان کشور از نامزدان ریاست جمهوری می خواهند تا هر دو یک دست و یک بازو شوند و برای تامین صلح، امنیت و توسعه کمر بسته کنند. مردم تشویش داشت به خاطر از خودم هم شخصا یکان 3 ماه 4 ماه می شد که بیکار بودم و خودم بسیار تشویش میکردم. بسیار بیکاری در افغانستان بود، به شرکت ها مثال به مردم بسیار بیکاری آمده بود. اینا به خاص به خاطر مردم که انتخابات تعیین شد، بخیر چی شد؟ اینا به نفع مردم شد. دیدیو که چې دا دوړه کاندیدان چې کله یو بل ته غاړه ته وتل، د افغانستان د ټول محروم بشاره او د دې مظلوم ملت چې ډیر قربانیان یې ورکړي دي، دوی دغه هیله ناهیلی په هیله تبدیله کړي. در این میان وجود دیدگاه های ناهمگون در میان دسته های انتخاباتی نگرانی هایی را نیز به میان آورده است که مبادا حضور افراد نامتجانس در دسته های انتخاباتی اختلاف های درون حکومتی را به وجود آورد. از همین رو مردم از سران این دو دسته انتخاباتی می خواهند تا به این نگرانی نیز پایان دهند. تصویب قانون مسئولیت و حقوق اعضای شورای ملی با واکنش های تند شمار از نهادهای جامعه مدنی و شهروندان کشور روبرو شده است. نهادهای جامعه مدنی و شهروندان کشور تصویب این قانون را غیر منطقی و در اعضای کنونی کشور جفا در حق مردم می دانند. باشندگان کشور می گویند که اگر این قانون عملی شود، 10 سال بعد نیم از جمعیت کشور باید نگهبان شوند تا امنیت نمایندگان شورای ملی را تامین کنند. در این باره صالح سادات گزارشی دارد. مجلس نمایندگان به روز شنبه قانون را تصویب کرد که بر بنیاد آن اعضای شورای ملی پس از دوره خدمت نیز امتیازهای چشمگیری خواهند داشت. در بند اول ماده 13 این قانون آمده است که اگر اعضای شورای ملی در دوره های آینده از سوی مردم انتخاب نشوند، برای خودشان گذرنامه های سیاسی و برای خانواده هایشان گذرنامه های خدمت داده می شود. به همین گونه در بند دوم ماده 13 گفته شده است که دولت مکلف است که به این نمایندگان 25% آخرین معاش اعضای این شورا را بدهد. در بند دوم ماده 5 این قانون از خانه و دیگر امکانات یک زندگی بهتر برای اعضای این شورا در دوره وکالت سخن گفته شده است. در بند سوم ماده 5 این قانون بیمه بهداشت برای اعضای این شورا در نظر گرفته شده است. بند سوم ماده 8 این قانون به سهولت‌های کنسولی برای اعضای شورای ملی و خانواده هایشان در سفرهای سیاحتی، زیارتی و سفرهایی که برای درمان انجام خواهند شد اشاره شده است. به همین گونه بند اول در ماده 15 این قانون گفته شده است که برای نمایندگانی که به شورا را نمی‌یابند 2 نگهبان مسلح داده می شود. می فهمم که در آینده مردم افغانستان اینا را انتخاب نمی کنند و خاطر به خاطر پیشگیری از اینکه انتخاب نشوند، اینا یک سلسله امتیازات برای خود ترک کردن، با استفاده از فرصت می خواهند این امتیازات را بگیرند. باشندگان پایتخت از تصویب این قانون شگفتی زده شدند و از رئیس جمهور می خواهند تا این قانون را توشین نکند. قانونی که امروز در پارلمان افغانستان به عنوان امتیازگیری به وکیلا تصویب میشه، این قانون نیست بلکه خیانت ملی است. اگر این قانون ما ببینیم، شاید در ظرف 10 سال نصف از مردم بادیگار شوند. اما هیئت‌های اداری هر دو مجلس از بازنگری در این قانون سخن میزنند. هنوز این یک مصوبه ولسی جرگه است. در مشتان جرگه اصلاحات در این وجود خواهد آمد؟ آنچه که قانون اساسی در این مورد صراحت داشته باشه، مجلس سنا در مورد تصمیم بگیره و بعد کمیسیون مختلط سرش تصمیم نهایی را بگیره.
شمار اعضای هر دو مجلس به بیش از 350 تن می رسد. هرگاه نصف اعضای این دو مجلس در آینده به شورای ملی راه نیافند و اگر این قانون عملی شود، یک بخش بودجه دولت ماشین نمایندگان خواهد شد و نیز یک بخش از نیروهای امنیتی مسئولیت نگهبانی این نمایندگان را خواهند داشت. اکنون پرسش به میان می آید. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، آیا حکومت در آینده توان پرداخت این امتیازات را به این نمایندگان خواهد داشت؟ صالح سادات، طلوع نیوز، شورای ملی. خبرهای جهان هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز باشد. ادامه خبرها از طلوع و شبکه جهانی طلوع نیوز. ادامه حملات هوایی و زمینی اسرائیل بر نوار غزه 17,000 تن را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. سازمان ملل با ابراز این مطلب میگوید که این فلسطینیان شمال غزه را ترک کردند و در حال حاضر در اردوگاه های این سازمان به سر میبرند. حملات اسرائیل بر نوار غزه که وارد هفتمین روز شدند، تا کنون 172 تن کشته و نزدیک به 1,300 زخمی بر جای گذاشتند. حمله های هوایی و زمینی اسرائیل بر نوار غزه افزون بر تلفات جانی و ویران ساختن شمار زیاد از ساختمان های مسکونی و بیجا شدن هزاران فلسطینی انجامیدند. پس از آن که اسرائیل هشدار داد که شمال غزه را آماج حمله های زمینی و هوایی قرار می دهد، هزاران فلسطینی از ترس این حمله ها این منطقه را ترک کردند و در حال حاضر در اردوگاه های سازمان ملل متحد در جنوب غزه جابجا شدند. ما نمیخواستیم که خانه هایمان را ترک کنیم، اما آنها با بم ها، تانک ها و از هوا و زمین ما را هدف قرار میدادند. ما از ترس شمال غزه را ترک کردیم به خاطر که اسرائیل با جنگنده های F-16 و چخبال های آپاچی ما و کودکانمان را هدف قرار میداد. از سوی دیگر ادامه حمله های هوایی و زمینی اسرائیل بر نوار غزه شمار از شهروندان کشورهای اسلامی را سخت خشمگین ساخته است. از این میان هزاران تن در افغانستان، پاکستان، اردن، سوریه و بخشای دیگر جهان با راندازی اعتراضات خشمشان را از حمله های اسرائیل بر نوار غزه ابراز کردند. این معترضان با آتش زدن بیرق اسرائیل و سردادن شعارهای ضد اسرائیل کشتار غیر نظامیان را در نوار غزه محکوم می کنند. با این همه آلمان وزیر خارجه‌اش را به روز دوشنبه به اسرائیل فرستاد تا زمینه آتش بس میان اسرائیل و گروه حماس را فراهم سازد. این در حال است که روز ملی فرانسه با مراسم ویژه امروز جشن گرفته شد. این روز که با رژه های نظامی همراه بود از سال 1880 میلادی اما سال در 14 ماه جولای جشن گرفته می شود. این روز برابر با آزادی زندانیان باستیل در پاریس از سوی نیروهای انقلابی و همچنان روز وحدت ملی در فرانسه است. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. هر کسی که گاز مایع و مواد نفتی را بیشتر از بهای تعیین شده بفروشد، شرکت، تانک تیل و یا دکانش به گونه فوری بسته با خودش بالای سرانولی معرفی خواهد شد. رئیس تصدی مواد نفتی میگوید که رقابت ناسالم و انحصار طلبی چند شرکت وارد کننده نفت و گاز سبب افزایش بهای این مواد شده است. از سوی هم شمار از باشندگان شهر کابل میگویند که با وجود تعیین بهای هر کیلوگرم گاز مایع تا 55 افغانی، دکانداران هر کیلوگرم گاز را تا 75 افغانی میفروشند و هیچ گونه نظارت جدی در این زمینه وجود ندارد. طارق مجیدی گزارش میدهد. برای نخستین بار ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع نامهای شماری از شرکت‌های بزرگ وارد کننده نفت و گاز را افشا می‌سازد که به باور این ریاست با رقابت ناسالم و انحصار طلبی سبب افزایش بهای این مواد شدند. شرکت‌ها را اسمایش برای شما می‌گیریم: شرکت نور صادق انصاری، شرکت نور صادق انصاری، شرکت افغان پترول، شرکت رامونیان، غزنفر نفت، فواد کو ال تی دی، یونس، شرکت یونس، برادران ایدری، اینمی هفت شرکت
رقابت ناسالم کرده بودن که ما برای شما اسمایشان گرفتم در برج ترکمنستان که اینا البته که اخطاری بسیار جدی از طرف وزیر تجارت و صنایع افغانستان و اداره عالی سرمایه گذاری برای اینا صادر کردید. وزارت تجارت در مجموع و ریاست نواد نفتی و گاز مایی باید همکاری کنند همراه اتحادیه تا تولید، تسخیر و توزیع گاز مایی و تیل بلاف مردم افغانستان درست کنند. رئیس تصدی مواد نفتی با بستن یک تانگ تیل و چند دکان گازفروشی به علت گرانفروشی میگوید که بیشتر پرچون فروشان در افزایش نرخ‌ها دست دارند و پس از این گرانفروشان مجازات میشوند. هیئت سارنولی به خاطر کنترل و تفتیش از قیمت گاز و تیل موظف شده که چند روز پیش ما تفتیش خود اجرا کردیم. سه شرکت که متخلف جدی بودند و بندی و توقیف شدند. در بخشی از شهر کابل با باشندگانی روبرو می شویم که از افزایش بهای گاز به ستو آمدن. نباید مردم زیاد قیمت رو بشه بخاطر که مردم مجبور است، روز است و مردم مشکلات داره بخاطر از اینکه بهای مواد نفتی و گاز الپیجی در تانک های تل نیز شکایت باشندگان پایتخت را برانگیخته است. نرخنامه که دولت می دهید قابل قبول از مردم نیست، فایده خود می خیرن. که ما تانگ تیل دارم چی دارم این تو بگم نرخای گاز قیمت شده پیش ما در تون 800 می آوردیم حال 1130 روپا می آره. ریاست تصدی مواد نفتی و گاز مایع شماری از این دکان ها را مهر و لاک می کند تا شاید بتواند به گران فروشی نقطه پایان بگذارد. اما دیده شود که با این گونه برخورد ها تغییری در بهای مواد نفتی در کشور خواهد آمد. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 57 افغانی و 25 پول، یک یورو 77 افغانی و 50 پول، یک درهم امارات 15 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 940 افغانی، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 577 افغانی. و اکنون این هم سمیر رسا با تازه های از جهان ورزش. خیلی خوش آمدید. تشکر میکنم. خبرهای ورزشی پس از یک وقفه کوتاه تقدیمتان میشود. با عرض سلام، افغانستان در یک بازی دوستانه کرکت زیمبابوه را شکست داد. این بازی که در بولاوایو دومی شهر بزرگ زیمبابوه برگزار شد، بازی را نخست افغانستان آغاز کرد و در پنج اوور 290 را برای زیمبابوه هدف تعیین کرد. زیمبابوه نتوانست این هدف را برآورده سازد و با اختلاف 16 ویکت بازی را باخت. آلمان فاتح 20 در رقابت‌های جام جهانی فوتبال شد. در دیدار پایانی رقابت‌ها آلمان با تنها گل ماریو گودزه 1-0 ارجنتین را شکست داد و برای نخستین بار در تاریخ جام جهانی جام قهرمانی را از قاره آمریکا بیرون برد. با این ترتیب تیم ملی فوتبال آلمان پس از 24 سال قهرمان جام جهانی شد و برای چهارمین بار این جام را به دست آورد. در پایان رقابت‌ها مانوئل نوئر دروازه‌بان آلمان بهترین دروازه‌بان، لیونل میسی بهترین بازیکن جام، پاول پوگبا با جوانترین بازیکن جام شناخته شدند و رودریگز کولومبیایی نیز با زدن 6 گل لقب آقای گل را به دست آورد. طارق روشنگر برای 4 سال دیگر رئیس فدراسیون شمشیربازی شد. در انتخاباتی که در ریاست تربیت بدنی و ورزش برگزار گردید، آقای روشنگر با دست آوردن تمامی آرا به حیث رئیس فدراسیون شمشیربازی برگزیده شد. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاسگزارم.